بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد ما در این ماه مبارک رمضان در این سلسله جلسات به رحمت خدا بهتر توجه کنیم و برخی غفلت‌ها که غفلت‌های سنگینی هم هستن اونها رو برطرف کنیم، برخی سوء تفاهم‌ها، برداشت‌های غلط در این زمینه رو کم کنیم، اصلاحش کنیم، برخی برداشت‌های دقیق‌تر رو پیدا کنیم. دوستان توجه کنن، ما دو مقوله خوف و رجاء رو در رابطه خودمون با خدا داریم. معنای خوف و رجا این نیست که خدا هم مهربان است هم نامهربان. بله، مقابل امید خوف هست، مقابل شوق خوف هست، ولی مقابل مهربانی خدا که نامهربانی خدا نیست. ما نباید بگیم که خدا 50% مهربانه 50% نامهربانه. خدا اصلا نامهربان نیست. بحث ما با خوف و رجاء خیلی فرق میکنه. نزدیک هست به مسئله رجاء، نزدیک هست این بحث به امید به پروردگار، امید به رحمت خدا. ولی ما خدایی داریم که فقط مهربانه، اصلا نامهربان نیست. ذهنیت ما از پروردگار عالم باید مهربانی خدا باشه، کنارش هم هیچی دیگه نگذاریم. حتی کبریایی و عظمت خدا رو که شبهای قبل صحبت کردیم که اگر میخوایم مهربانی خدا به دلمون بنشینه باید عظمت خدا را ببینیم، عظمت و کبریایی خدا هم باز نقطه مقابل مهربانی نیست که بگیم آقا از این طرف توجه کردی به مهربانی حواست باشه، از اون طرف توجه کن به عظمت خدا. مگه عظمت خدا یعنی نامهربانی؟ خداوند متعال مهربانن و مطلقا مهربانن و همیشه مهربانن، حتی اونجایی که عذاب میکنن مهربانن، اونجایی که به عظمت او توجه میکنی نباید یادت بره که او مهربانه. در کنار این مهربانی صفات دیگری نباید گذاشت که مثلا بخوایم تصور خودمون رو از مهربانی خدا تعدیل بکنیم. مثلا ما در کنار مهربانی خدا نباید از عدالت خدا حرف بزنیم. خدا همون موقع که عادل هست هم مهربانه. همین خدای مهربان عادله، همین خدای مهربان منظمه، همین خدای مهربان قاطعه. برداشتمون رو از مهربانی خدا تکمیل کنیم. همین کلمه شریف بسم الله الرحمن الرحیم که آغاز سوره ها با این کلمه شریف هست که اسم اعظم خداست به تعبیری و نزدیکترین اسم به اسم اعظم خدا. خب اگر لازم بود کنار مهربانی خدا به صفت دیگری توجه کنیم، خود خدا می‌فرمود بسم الله الرحمن قاهر، بسم الله الرحمن مثلا عادل، که حواست باشه فقط خدا رحمان نیست، عادل هم هست. نه خیر، همین رحمت رو دو طبقه می‌کنه خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم اومده طبقه فوقانی همین رحمانیت رو دوباره بیان میکنه برای ما. اگر عدالت پیش است
و عدل اصلا جدا پذیر نیست از این مهربانی. خب مغایرت داره ظلم با مهربانی، لذا به هیچ وجه ظالم نیست خدا، ولی عدل مغایرت نداره با مهربانی. عدل از حد اقل مهربانی شروع میشه که وجوهی از عدالت خدا رو تجلی میده تا بالاتر از عدالت که به فضلش میبخشه. قدرت خدا هم ذیل همین مهربانی تفسیر میشه. پس ما اگر داریم درباره مهربانی خدا صحبت میکنیم، کنارش نباید از عذاب جهنم هم حرف بزنیم. عذاب جهنم مقابل مفهوم مهربانی خدا نیست. به حدی که باید به جهنمیا گفت خدای مهربان تو رو عذاب میخواد بکنه؟ تو دیگه کی هستی؟ تو چی کار کردی؟ من که نظرم از خدا که بر نمیگرده که، من که میدونم او مهربانه. امیرالمومنین علی علیه السلام مضمون دعای کمیل اینه دیگه، که خدایا من عذاب جهنم رو تحمل بکنم، اینم میتونم تحمل بکنم که تو مهربان منو انداختی تو عذاب و میخوای منو از مهربانی خودت محروم کنی، اونو چیکارش کنم؟ گیرم عذاب جهنم رو صبر کنم؟ بعد من میدونم تو مهربانی، به من نگاه نمی کنی، خب این که منو بیشتر میکشه از اون عذاب. یعنی من چقدر برداشت دقیقی از مهربانی تو دارم، چقدر قاطعم. تو برخی دیگه از ادعیه هست که من برم تو عذابم اونجا در مورد مهربانی تو حرف میزنم با اهل عذاب، میگم او مهربانه ها، به او حرف نزنید ها، او مهربانه، من چی کار کردم افتادم تو عذاب. صدا میزنه من توی جهنم از مهربانی تو حرف میزنم، دست از این اعتقادم به تو بر نمیدارم. گناه کردم بله، ولی دست از این اعتقادم به تو بر نمیدارم. خیلی این زیباست. حالا شما ببینید ما چه تلاشی باید بکنیم برای درک این مهربانی خدا. فکر نکنم ما تا آخر ماه رمضان هم از بسم الله الرحمن الرحیم بتونیم جدا بشیم از عظمت این کاری که خدا کرده. همه کاراتون رو با نام من، با یاد من شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عجیبه، اصلا چند شب من دارم به شما مکرر عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. همون بسم الله هم میفرمود کافی بود، نه رحمانم بگو. بعد حالا ها باشه بسم الله الرحمن، نه رحیمم بگو. این چی رو میخواد به ما القاء کنه؟ از این مقدمه که بگذریم، میریم جلوتر، میبینیم که انگار ما باید یه ذهنیتی از خدا داشته باشیم، یه برداشت اولیه که زیربنای تلقی ما از خدا باشه. یه برداشتی باید از خدا داشته باشیم که خدا مهربانه، و این مهربانی رو باید برای خودمون جا بندازیم. با تلقینم ایمان درست نمیشه. بچه ها ایمانتون رو ببرید بالا؟ نمیشه. من اخلاقم حاضرم درست کنم، ولی ایمان بخواد بره بالا یعنی چی آخه؟ من باید چیکار کنم الان؟ ایمان افزایش دادن، ایمان کم کردن، یه چیزی سخت‌تر از محبت جا به جا کردنه. الان به فلان موضوع علاقه من بشوید؟ آقا زوری که نیستش که. الان دست از فلان علاقه بردارید؟ نمیشه که به این سادگی نیست. این قلب تحت کنترل بود، فرمود اگه شنیدید کوه جا به جا شده بپذیرید، اما شنیدید یه دلی از جاش تکون خورده قبول نکنید. تو روایت فرمود. مگه به این سادگی علاقه ها جا به جا میشن؟ ایمان سخت‌تر از علاقه است. خب اگر نمیشه ایمان رو به این سادگی زیاد و کم کرد، به شما به بنده بفرمایید، تو گوینده چرا داری تلاش میکنی ایمان من به مهربانی خدا افزایش پیدا کنه، یا اصلا ایمان پیدا کنم به مهربانی خدا؟ برای اینکه
من نمیخوام پر روی کنم یه کار نشدنی رو شد بکنم و یا خیال بافانه اینجا بشینیم با هم آب بکوبیم. ایمان ما به مهربانی خدا با این گفتگوها قابل افزایش به دلیل فطرت ما. ما فطرتاً نیاز داریم، عشق داریم، آتش کششی در درون ما هست به مهربانی خدا، غبار روش گرفته. ما داریم با این یاداوری ها اون غبار رو از روی دل برطرف میکنیم. اینجا جلسه ذکره، جلسه ذکر یعنی یاداوری کنیم، ببینیم به خودمون برگردیم، ببینیم میخوایم آره نه آره ها اینا آره هست، مثل این که آره آره ذکره. اینجا ما داریم ذکر میکنیم، یعنی جلسه ذکره. چرا؟ چون در فطرت ما هست نیاز به داشتن یک مهربان پشت سر، بالای سر، جلوی رو، نیاز به داشتن یک مهربان، نیاز به داشتن یک مهربان. تو باید باشی با همه این مهربانیت، ولی من نمیتونم نفس بکشم. بچه ها اینو بیدار کنید تو خودتون، یه کاریش بکنید وقت میتونیم از ارتباط با خدا حرف بزنیم. بعد عبادت، اصلا با خدا حرف زدن، مناجات کردن معنا میده. میبینی آقا پسره خودش پدر ماشالله، بعد مادرش رو از دست میده، زار زار داره گریه میکنه. ما مادرمون رو از دست دادیم، این شیر آب چشممون بند نمی اومد دیگه، اصلا شیر خراب شده بود، هرچی میخواستیم ببندیمش بسته نمیشد. بابا آخه تو نه به مامانت احتیاج داشتی، نه میرسیدی اصلا بری به مامانت سر بزنی، چه منفعتی رو برای تو؟ یه پشتوانه محبت از دست رفته. حالا میگه اون چقدر محبت میکرد؟ همین که بود و این محبت رو داشت. واقعا آدم بدبخت میشه پدر مادر خودش رو از دست میده، واقعا آدم بدبخت میشه. پدر پیر، علیل، زمینگیر، ماشاءالله تو خودت داری کلی یه کارخونه داره میکنی، حالا پدرت از دنیا رفته، چه نیازی بهش داری؟ به کارت برس. میگه بین رفتم. چرا؟ تکیهگاه عاطفی خودم رو از دست دادم. وای چه جملات قشنگی این جملات. پرده از چه حقایقی برمی‌دارن؟ ای آدم، تو به یک تکیهگاه بزرگ تر از پدر و مادر و پرعاطفه تر از پدر و مادر به نام یک خدای مهربان نیاز داری. یعنی چی؟ یعنی مهربانی که تو نیاز داری پشت سرت باشه، مهربانی بی انتهاییه به اندازه بیکرانگی خدا. تو به این مقدار مهربانی احتیاج داری. ای آدم، این ای آدم برای این میگم که یعنی ای آهن، نه هر کی این احساس نکنه میشه ای آهن، ای آجر، ای سیمان، ای بتون آرمه. رفقا ایمان به خدا رو به ایمان به خالقیت محدود نکنید. آخه این چه دینیه؟ آخه این چه اعتقاداتیه؟ آخه این چه ایمانیه؟ راست راست توی کتابای اعتقادات به ما ثابت میکنن خدا خالق است. خب کشتی منو، حالا من چیکار کنم با این خالق؟ میگی برو دیگه، همین خالق است. بنده خدا برای من ثابت کن خدا آن مهربانی است که من به آن مقدار مهربانی احتیاج دارم. اوست. من به چقدر مهربانی احتیاج دارم؟ فقط اوست. آدما واقعا خیلی بیمزن، همچین یه ذره ریش سبیلی در میارن و قدی میکشن و صدایی در میاد از خودشون که مثلا یه آدم بالغی شده و اینا، و
احساس نیاز به محبت و مهربانیشون رو میذارن کنار، میگه من گنده شدم الان برای خودم. بیچاره تو گدای محبتی، تو گدای مهربانی، تو میمیری اگه مهربانی پشت سرت نباشه. اینو چیکار کردی؟ کجا دفن کردی؟ کجا دفن کردی؟ الهی فدای خدا بشم به بهانه گناه ما 80 مرتبه تو قرآن میفرماد من غفور رحیمم، من غفور رحیمم. دید هرچی میفرماد من رحمان رحیمم که ما نمیفهمیم، آخرش میگه بابا من غفور رحیمم، بیا سر گناهات با من، گناهات که داره تو رو بیچاره میکنه، ببین مهربانی منو اونجا، ببین دیگه لااقل، ببین اونجا دیگه، به خاطر گناهات جهنم، ببین به خاطر اونا بیا به مهربانی من پناه بیار. بعد بیمزم اون آدمی که میاد میگه که خب پس اینو ببخشید، مهر بزنید، ببخشید من برم کار دارم. میفرماد خب حالا من مهر میزنم میبخشم، ولی بعد کجا میخوای بری؟ تو همین میخواستی جهنم نری؟ این خودش جهنمه که تو برای خودت ساختی که از مهربانی من بهره نمیبری، به مهربانی من دلگرم نمیشی، مهربانی منو تمنا نمی کنی. خود مهربانی من مورد نیاز توه، با خودت چی کار کردی؟ با خودت چی کار کردی که این احساس نیاز رو نمی کنی؟ خدا یک کمی با من مهربانی کن، یک کمی با هم حرف بزن، یک کمی همین باش، هم هستی، هستی خدا، هستی، یک کمی بذار به یادت میفتم. وقتی که به یاد تو میفتم چقدر خوب میشه، هم اصلا حالم خوب میشه. تو هستی و تو مهربان هستی. رفقا میدونید من دارم سر چی الان دعوا میکنم؟ سر چی داریم با هم صحبت میکنیم؟ سر این که ما عارف نیستیم، ما مؤمن به معنای ایمان درست حسابی نداریم. میدونید اینها یعنی چی؟ یعنی حس نمی کنیم یه خدای مهربان پشت سرمون هست، بالا سرمون هست و ما رو احاطه کرده. خب همین، ما عارف نیستیم دیگه، ما آدم معمولی هستیم. آدم که نمیشه گفت آهن. بعد چی میشه این انسان؟ چه اتفاقی براش میفته؟ ما غالبا آلوده به میکروب یأسیم. اصلا همین قیافمون نگاه، اینا که مایوسن مطلقا، کلا این که مایوسه که. ما آلوده به این وضعیت هستیم. همین یأس یعنی چی؟ همین حس نکردن یک تکیگاه عاطفی با عظمت به نام مهربانی خدا، اخلاق آدمو خراب میکنه، عقل آدمو زائل میکنه. به آدم میگن قیامت هست، میگه برو بابا، بابا تو قیامت 1,000,000,000 سال میخوای زندگی کنی، تو این دنیای لامصب 100 سال بیشتر نمیخوای زندگی کنی. حالا با 1,000,000,000 شروع کنیم تا بعد برسیم به بی نهایت. اصلا این بی نهایت نمیفهمه یعنی چی، 1,000,000,000 هم نمیفهمه. طرف ناامید از این که کسی دوستش داشته باشه. میدونی چه جنایتکاری میشه؟ میدونی یه ذره دیگه رحم و عاطفه تو وجود خودش باقی نمیمونه؟ خدا تو قرآن کریم صریحا اینجوری صحبت میکنه با ما، میفرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. مشیشون، طریقتشون، راه رفتنشون روی زمین با نرمیه، با مهربانیه، بدون تکبره، با همه مهربانن. چرا مهربانن؟ این مهربان پشت سرش هست. قدیما یه کسی میخواست بگه آقا من آدم حسابیم، من خلاف نمی کنم، میگفت چی؟ میگفت من سر سفره بابام بزرگ شدم. چه اصطلاحاتی رو قدیمی ها به کار میگرفتن، خیلی حکمت داره. من سر سفره بابام منو با محبت بزرگ کرده، مادرم منو با محبت بزرگ کرده، مادرم منو با محبت بزرگ کرده، یعنی الان چیزی جز محبت از من انتظار نداشته باش.
من در اثر محبت ممکنه خطا بکنم، نفهمی بکنم، ولی آدم عاطفی هستم، آدم با محبتی هستم، بیرحم نیستم، من با محبت بزرگ شدم. پیامبر اکرم یکی از علتهای گریه و زجهی که میزد، آیه عذاب نازل میشد گاهی 3 روز گریه میکرد، هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه. در روایات فرمودن علت گریهش رحمتن للاشقیا بود، به خاطر مهربونی که نسبت به اشقیا داره. آخه اون چجور میخواد اون عذاب رو تحمل کنه؟ هر موقع ائمه هدا به دوستانشون ابراز محبت میکردن، بلا فاصله یه جمله بعدش میفرمودن. مثلا امام باقر علیه السلام داره که به شیعیانشون فرمودن که وقتی شما ناراحت میشید ما ناراحت میشیم به خاطر شما، وقتی مسرور میشید ما مسرور میشیم، وقتی مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم. این کلامو از امیرالمومنین علی علیه السلام هم داریم، ما مریض میشیم به خاطر شما. بعد بلا فاصله بعدش میفرماید چی؟ و خدای ما از ما اهل بیت به شما مهربان تر. آدرس رو میده. ما باید یه تلقی مهربان از خدا پیدا کنیم. این تلقی نیاز ماست. بگردید آقا خدا اصلا اینجور نیست. بله ببخشید، معذرت میخوام. همون خدا چی بود تو کلاس عقاید بهت ثابت کردن؟ چی بود؟ یه دونه است و خالقه و عادله دیگه. چی بود؟ همینا بود دیگه، همینا رو ثابت. باشه خدا همینه، مهربان نیست. خدا خودشون تو قرآن میفرماد بگو بسم الله الرحمن الرحیم، ما میگیم بسم الله الواحد العادل، چون اصول دین چند تاست؟ اول توحید، دوم عدل. اشکال نداره ما از توحید و عدل حرف بزنیم، چون یه عده بیماردل گفته بودن خدا دو تاست، دو تا و نصفیه، 3 تا، 4 تاست، بعد ما بعد یکیش بکنیم. بعد یه عده هم گفتن خدا عادل نیست، ما هم هیچی وقتمون گذاشتیم، عمرمون رو صرف کردیم به اونا جواب بدیم. میگه حالا ولمون کن تو رو خدا، اون نیاز روزمره منو بگو، نیاز روزمره اون بسم الله الرحمن الرحیمه. اینو براش جا بنداز. آقا گیرم خدا مهربان نیست، این اصلا این بحثشو میذاریم کنار. باشه حالا شما بفرمایید به چیا نیاز دارید، اونو بگرد پیدا کن. اونو بگرد پیدا کن، بدون بحث گناه و ثواب، بدون بحث عقاب و حساب و کتاب، بدون بحث بهشت و جهنم، بدون بحث منافع تو در این دنیا که باید تأمین بشه که یه قدرتی میخواد پشت سرت باشه، بدون خیلی چیزا، کلن این نیاز تو به یک پشتوانه پر از مهر که قلبش برات بتپه، این نیاز رو تو خودت بیدار کن. این نیاز هست، اینو پیدا کن. سخته، یه مقدار زحمت میخواد دیگه، آدم تو خودش زحمت بکشه. ماها قسی القلب شدیم. نه نیازی نی، شما راحتی الان بدون داشتن اون پشتوانه، این که بی کران مهربانی، بی کرانم لازم نه، بالاخره این مهربانی خوبه، خوب اون که بد نیست. انسانی که اینجوری برخورد میکنه خودشو نابود کرده. چرا مادر کلمه محترمیه؟ چون این مهربانی خودشو کمی ابراز میکنه. ما به همین مقدار مهربانی احتیاج داریم و بس. انسان، آدم، قسی القلب به کی میگن؟ آدم آقا این قسی القلب اینقدر گناه کرده قساوت پیدا کرده. قساوت به چیه؟ به اینه که من نیاز اونقدر به مهربانی ندارم، دارم زندگیمو میکنم. خب این قساوت قلب دیگه، شاخ داره، دم داره، سم داره، چی داره قساوت قلب؟ همینه دیگه. قلب مرده، میگه قلب زنده نیست، دل نمیزنه اصلا. بلند شو سحر بگو خدایا میخوام توی نگاه گرم و مهربان تو چند دقیقه بشینم،
همین تو فقط منو داشته باش اینجوری. میفرماید وقتی بنده من سجده میکنه، اگه بدونه چه رحمتی از من او رو در بر میگیره، دیگه سر از سجده بر نمیداره. همین، اگه بدونه وقتی رو سجده است من چجوری گرم اون رو در آغوش رحمت خودم گرفتم، دیگه تا ابد سر بر نمیداره از سجده. معنویت چیه؟ دنبال چی میگردی شما الان؟ خدایا میخواهم به تو نزدیک بشم. خب این نزدیکی یعنی چی؟ مثلا توضیح بده ببینم. متریه مگه این نزدیکی؟ چراغ میزنه مگه؟ چی مثلا این نزدیکی؟ چه اتفاقی توش میفته؟ این نزدیکی یعنی اون حست بیدار میشه، حس نیازت به مهربانی خدا. معنویت یعنی این که اون نیاز رو بیدار کنی در خودت. من نیاز به اون پشتوانه با محبت دارم. و معنویت بالاتر اینه که خدای مهربان رو ببینی و خدا رو مهربان ببینی و مهربانی خدا رو ببینی و حس کنی. بعد همه زندگیت هم بکن، غذا بخور، نمیدونم همه چی. ببینید رفقا، این واقعا توهینه به پروردگار اگه خدا رو مهربون نبینید. نذارید اون روی من بالا بیاد، ولی یه قسمت روایت های دیگر رو براتون میخونم. میفرماید اگر درباره کسی بگی این آدم مثلا آدم بدیه، برگردی پشت سرش یا جلو روش به هر صورتی بگی اینو خدا نمیبخشه، همین جمله اینو خدا نمیبخشه، تو روایت داره خدا آنن تمام گناهای او رو میاره تو پرونده تو، کات میکنه اونجا، برمیداره اینجا، کپی پیست میکنه، میریزه اینجا، بعد همه گناهای او رو میبخشه، تو میمونی بار گناهای او، برای اینکه فقط روی تو رو کم کنه که تو برگشتی گفتی اونو خدا نمیبخشه. به تو چه ربطی داره میبخشه یا نمیبخشه؟ هرچی جنایتکار، تو چرا در مورد مهربانی من حرف زدی؟ تو چرا در مورد رحمت من حرف منفی زدی؟ حق نداری این کارو بکنی. بابا خیلی آدم بدیه، باشه، به تو چه ربطی داره؟ الهی فدای خدا بشم، بحث گناه و بهونه میکنه برای آشتی. فرمود گناهکارای منو ناامید نکن از مغفرت من برای گناهانشون، پیامبر من. ولو اینها گناهانشون زیاد باشه، بذار اینا به رحمت من مطمئن باشن، به فضل من امید داشته باشن و به حسن نظر من اطمینان داشته باشن. اولیاء خدا که گناه نکردن، اونا چرا میرن در خونه خدا گریه میکنن؟ خب مهربون عشق آدمو در میاره دیگه. کسی که مهربون شد کلن عشق آدمو در میاره. پس چرا میگفتن خدایا ما رو ببخش؟ آخه کسی که خیلی مهربون شد کلن آدم پیشش گناهکار میشه. میدونی اینو تا حالا تجربه نکردی؟ رابطه داشتید با یک کسی که خیلی مهربون باشه به اندازه خدا؟ اصلا همجوری صاف صاف پیشش راه میری گناهکار میشه. هی باید بگی ببخشی. میگه حالا من باشه ببخشم، تو کاری نکردی. دوباره میگه ببخشی. آخه تو خیلی مهربونی. خب باشه حالا من مهربونم، چرا گریه میکنی؟ خب دیگه تو اینقدر مهربونی عشق آدمو در میاری. خدایا در این گفتگوها، در همین مجالس، قلب ما رو نسبت به نیاز ما به مهربانی بیکران خودت بیدار بفرما. قلب ما رو نسبت به بیکران مهربانی خودت بیدار بفرما.